بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وارواه العالمين لتراب مقدمه الفداء با عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک که عزیزان در مقصد سوم از کتاب اصول فقه که در آن حجیت ادله شرعی مورد بحث قرار می گیرد چندین باب و در هر باب یک دلیلی مورد بحث قرار می گیرد که در نتیجه حجیت اون یا به صورت مطلق یا با قید و شرطی به اثبات میرسه و بعضی هاشون هم عدم حجیتیان به اثبات میرسد تا کنون هفت باب رو بحث کردیم و در این جلسه از باب هشتم وارد بحث قیاس میشویم که قیاس هم به عنوان یکی از امارات مطرح هست و در آن نظریه ها و اقوال مختلف پدید آمده و در طول تاریخ فقه و اصول مورد بحث بوده و به همین جهت هم تمهیدی که در ابتدای این باب هشتم مرحوم مصنف ارائه کرده است در آن چند نکته مقدماتی را مورد بحث قرار میده و بعد وارد مباحث اصلی مبحث قیاس می شود در نکته اول وقتی بیان می کند می فرماید که قیاس یکی از مباحث اختلاف برانگیز هست که در آن نظریه ها و اقوال مختلف وجود داره و در میان این دیدگاه های گوناگون نظریه علمای امامیه کاملا مشخص هست که آنها از ریشه و اساس قیاس را حجت نمیدانه و عمل بر طبق قیاس را باطل میدانه و لذا از همون ابتدا این مسئله را کاملا مورد توجه قرار دهند اما کسان دیگر هستند که برخی مثل فرقه ظاهریه و همچنین از میان مذاهب اربعه اهل سنت هم هنبلی ها برای قیاس جایگاه قائل نیستند و اون را حجت نمی دانن. در نتیجه می توانیم بگوییم که قیاس از نظر امامیه از نظر فرقه ظاهریه و همچنین مذهب حنبلی مورد توجه نیست و ارزشی برای آن قائل نیستند اما از کسانی از مذاهب دیگر اهل سنت به خصوص از, همب... از حنفی که در رأس آن امام ابو حنیفه قرار دارد خب ایشان بیشترین زحمت ها رو در گذاری قیاس و توسعه آن کشیده و به همین جهت هم قیاس در مذهب حنفی از جایگاه بسیار بلندی برخوردار هست و به همین جهت امام ابو حنیفه در روزگار خودش به بست و توسعه قیاس پرداخت و از آن در فتواهای خودش خیلی استفاده کرد و به همین جد وقتی این بحث دیگه کم کم مشهور شد در اون زمان شافعیه و مالکیه هم بالاخره در این مسئله با ابو حنیفه شریک شدند و اونها هم قیاس رو پذیرفتند و در پذیرش قیاس به عنوان یک دلیل شرعی گاهی تا حدی به مبالغه پرداختن که از نظر جایگاه برخیشون آمدن گفتن که بعد از آنه که ما در ادله شرعی کتاب و سنت داریم بعدش حتما قیاس باید باشد یعنی حتی از اجماع هم آن را مقدم قرار دادن از دلیل عقلم که کاملا مقدم دانستن و برخ دیگرشان جایگاه قیاس را تا حدی بالا بردن که حتی بر دومین منبع دینی که سنت باشه بر سنت هم حتی مقدم کردن و گفتن که ما می توانیم توسط قیاس حتی روایتی را هم نادیده بگیریم و روایتی را به اصطلاح به خاطر قیاس رد کنیم و برخشون هم آمدن جایگاه قیاس را حتی بر آیات هم مقدم دانسته و برخی از آیات را هم با قیاس تعویل بردن و گفتن چون مضمون این آیه با قیاس سازگاری نداره لذا از مضمون آیه دست برداشتن و اون رو تعویل کردن به مطلبی دیگر به هر صورت اون چه که معروف هست و مشخص هست این است که اهل بیت علیه السلام نسبت به مسئله قیاس بسیار با دید منفی نگاه می‌کردند و عمل بر طبق قیاس را اصلا جایز نمی و در مبارزه با آن نهایت تلاش خود رو به کار گرفتن و لذاست که صحبت و روایات از محسومین داریم که به گونه های مختلف این مسئله رو اونها مورد انکار قرار دادن از جمله شایع هست که فرموده است که ندین الله لا یصاب بالعقول چون در قیاس خب بعدا تعریف میکنیم به صورت دقیق قیاس چیه دقیقا خب حالا اجمالش این است که ما میاییم توسط عقل در موردی که حکم شرعی وجود نداره خب حکم شرعی اون رو از یک جای دیگر که شبیه آن هست میگیریم و تطبیق میدیم بر این موردی که حکم شرعی برای اون بیان نشده در آیه و روایت حکم آن ذکر نشده است خب در قیاس در واقع ما میایم از عقل استفاده میکنیم میگیم این مورد چون شبیه فلان مورده حکم فلان موردم که مثلا حرمت هست پس اینم باید حرام باشه یا فلان مورد وقتی شبیه این است واجب هست اینم باید دقیقا مثل او واجب باشد اما در روایات آمده است که دین خدا را نمیشه انسان با این گونه محاسبات عقلی و اونم عقلهای خیلی ناقص در واقع مورد بررسی قرار داد که اگر قرار بشود دین با این گونه محاسب های عقلی سنجیده بشود در خیلی از موارد میبینیم احکام الهی خیلی با این میار های عقلی قابل تطبیق نمی باشد و از آنجایی که احکام دین و احکام الهی معیار خاص خودش را داره لذا نمیتوان با این قیاس ها و مقایسه ها و سنجش های عقلی احکام رو به دست آورد از که فرموده است که ندین الله لا و بالعقول یا در روایت دیگر وقتی بیان می کند که این نسون اذا قیصد محق دین که در اینجا هم وقتی بیان میکنه که حتی سنت رو اگر ما با قیاس بخوایم بسنجیم دیگه دین رو به محاق بردیم دین رو در نابودی قرار دادیم و این گونه در واقع آمدن در مقابل قیاس ایستادن به تعبیر مرحوم مصنفشان اشار میفرماید که حتی اهل بیت علیهم السلام در مقابل قیاس و در مقابل کسانی که اهل رأی و قیاس هستند یک جنگ وسیع و گسترده ای را را انداختن که هیچ گونه صلح و سازش آن در آن وجود نداره و به این شکل جنگ همه جانبه را علیه قیاس به راه انداختن که بیان میکنه که اگر فرصت می بود ما توصیحات و تفصیل این مطالب رو می آوردیم ولی خب خیلی نمیخوایم از اونا یاد کنیم به هر صورت اونچه که مهم مسیح این است که امام صادق علیه السلام و سلام در زمان خودش با امام ابو حنیفه که شان بنیانگذار قیاس بود و توسعه دهنده این نظریه بود خب امام با ایشان مناظره های داره بحث های داره و در بحث های خودش هم بطلان این نظر و بطلان قیاس رو به اثبات میرسان خب متاسفانه وقتی به بونبس رو میرسیدن دیگه چاره ای نداشتن جز این که بیاین به قیاس عمل بکنن حالا در مورد انگیزه این که چرا این گرایش عمل به قیاس پدید آمد خب ایشان بیان میکند که وقتی این بحث مرجعیت علمی ائمه اطهار علیه السلام و اهل بیت اسمت و تهارت نادیده گرفته شد ائمه اطهار که نه از مخزن علم الهی برخوردار بودند و علوم در نزدشون بود و اینها آشنا به مسائل دینی بود اینا کنار گذاشته شدن و اهل سنت راهشون را از اهل بیت اسمت و تهارت جدا کردند خب طبیعی هست که احکام و مسائل مخصوصا احکام نوپدید مسائل نو ظهور اینها در آیات و روایات احکامشون نیامده بود خب شیعه این برجستگی رو داشت که در مسائل نو ظهور مراجعه میکردن به مسوم و حکم را مستقیما از ایشان میپرسیدن و با اون عمل میکردن اما اهل سنت وقتی مرجعیت معصومین رو نمی پذیرفتن و اونها رایشون رو جدا کرده بودن در مواردی که حکم دینی و شرعی برایشون وجود نداشت مجبور شدن مبنی بر این که بیاین به رأی و اجتهادها و نظریات خودشون عمل بکنن و در نتیجه همین بحث فتوا بر طبق نظریه خود یا بر اساس همین قیاس یا استحسان و امثال اینها پدید آمد که کم کم این رونق گرفت و به گونه که در خیلی از موارد هم در شرایطی که به بونبست می رسیدن حتی بر برخلاف نس انجام دادن بالاخره قیاسهای عجیب و غریب رو به کار گرفتن که نمونه های از آنها در تاریخ به اثبات رسیده و نقش شده است که وقتی این نظریه در نزد اونها به عنوان یک مسئله محوری مورد استفاده قرار گرفت که انسان مجتهد باید تلاش خودش رو انجام بده وقتی تلاش کرد و بالاخره به یک حکم رسید خب همون رو انجام بده حالا اگر درست بود که درست بود اگر نبودم به خطا برود باز هم مشکل پیش نمی آید چرا؟ به خاطر اینکه مجتهد اگر به اصطلاح به درستی فتوا داد که خب دو تا اجر رو میبره اگر هم به نادرستی فتوا داد خلاف واقع هم باشد بالاخره او اجر واحدی را داره و بر همین اساس متاسفانه بناهای گذاشته شد فتواهایی داده شد که کاملا بر خلاف و دستور دینی هم بود همان گونه که مثلا در یک موردی وقتی مالک ابن نویره که یکی از اون مخالفین دستگاه حکومت بود و ایشان در نتیجه مخالفتی که داشت و خلافت را غصب میدانست و رسمیت نمیداد به خلیفه اول خب زکاتشون را هم به حکومت نمی پرداخت و لذا می گفت که اگر من بخوام زکات بپردازم به امیر المؤمنین می پردازم و برای ساکت کردن ایشان خب دستگاه خلافت آمد و خالد ابن ولید رو مأمور جمع آوری زکات از ایشان قرار داد خب خالد ابن ولید هم متاسفانه وقت رفت خود مالک ابن نویره رو در واقع به قتل رسان در همون شب دوباره به همسرش تجاوز کرد خب در یک همچنین شرایطی که حکم سریح دین زیر پا گذاشته میشه قتل نابجا صورت میگیرد زناب با همسر یک کسی که تازه از دنیا رفته صورت میگیرد به جای اینکه خالد ابن ولید مورد محاکمه قرار بگیرد مجازات بشود و عمر خلیفه دوم تصمیم میگیره به مجازات آن ولی خلیفه اول میآید اینجا یک اجتهادی بر خلاف نص دین انجام میده میگه خب خالد ابن ولید اشتباه کرده است اجتهاد کرده اجتهادش به خطا رفته است با همین راحتی این گونه احکام دینی رو اینا تعطیل کردن حجاری نکردن به مجازات نرساندند، و این باب وقتی باز شد در نتیجه می بینیم که دیگه باب عمل به رأی و عمل به نظریه شخص و عمل به فتوای هر کس وقتی باز شد در نتیجه خو عمل به قیاس هم یک از اون موارد است که بالاخره پدید آمد به هر صورت در این که این رأی و قیاس حد و حدود آن و ویژگی های خاص آن چیه بیان می که این خیلی واقعا مشخص نیست تا زمانی که در قرن دوم توسط به حنیفه این مسئله یک مقدار توسعه پیدا کرد و بعد از آن هست که این به عنوان یکی از این منبع دینی و احکام برای مثلا بنی عباس و بعد بقیه مسلمان ها جریان پیدا میکنه که تاریخ چشم به همین شکل و علت پیدایشون هم همین بود که مورد اشاره قرار گرفت که وقتی انسان دستش از سرچشمه اصلی دین کوتاه باشه و در مسائل نوظهور انسان نتواند حکم آن را به صورت دقیق از منابع دین استخراج کنه چاره ای ندارد جز این که بیاید به همین عمل به رأی و نظریه و فتوای خودش بکند و این گونه راه رو باز کنه تا اینکه در نتیجه با خطاهای فاحش هم اگر انسان روبرو شد باز هم بیاین توجیه کنند به این معنا که بگوین خب اجتهاد کرده و خطا کرده است به همین راحتی این مشکلات را پدید میارن به صورت این تمهید و مقدمه بود درباره این که اختلاف هست در مورد قیاس موافقین آن چه کسانی هستند مخالفین آن چه کسانی هستند و موافقین آن هم که بالاخره به با اون عمل میکنن چرا این انگیزه برایشون پدید آمد و مذهب امامیه و رهبران آن چگونه با آن به مبارزه برخواستند در این حد توضیحات داده شد انشاالله ما با اصلی رو که تعریف قیاس و بعد حجیت و نقصام آن باشه اینا را انشاءالله در جلسات دیگر برس خواهیم رسان باب هشتم از ابوابی که در مقصد سوم در بحث حجیت عدل شرعی مورد بحث قرار میگیرد درباره قیاس هست تمهید و مقدمه برای این بحث ارائه کرده است و میفرماید که قیاس الان ما سیعت تهدیده که انشاءالله تهدید و تعریف آن را در جلسه آینده بیان خواهیم کرد و بیان موزل وی و بیان خواهیم کرد که دقیقا بحث کجا هست خب حالا اون باشه تا اون که تعریف آن و بیان محل بحث رو در جلسه بعد بحث میکنیم ولی همین قد بدانیم که این قیاس من الامارات التي جزء اماره است که وقت فیها معرکه الارا بین الفقه ها که ها در آن بالاخره به یک معرکه آرای رسیدن انواع و اقسام نظریه ها و اقوال و دیدگاه ها در مورد آن بیان شده است و علماء الامامیه اما در این میان علمای امامیه طبعا لعال البد علیه السلام علمای امامیه به تبعیت از اهل بیت اسمت و تهارت ابتل العمل به عمل بر طبق قیاس را باطل دانستن و من الفرق الاخرى حالا از فرق و فرق های دیگر غیر از شیعه فرق های دیگر میفرماید اهل ظاهر فقط اهل ظاهر که المعروفین به ظاهریه که به اینها گروه ظاهریه میگن که اینا هم اصحاب داود ابن خلف است که داود ابن خلف امام اهل ظاهر هست حالا تعدادشون چقدر است بالاخره یک گروهی هستند که به ظاهریه معروفند و کذالک الحنابله در کنار ظاهریه حنابله هم لم یکن یقیمون له وزنا برای قیاس وزن و جایگاه اقامه نمی کنند این ارزشی برای قیاس قائل نیستند پس مذهب امامیه فرقه ظاهریه و حنابله پیروان مذهب حنبلی این سه به قیاس عمل نمی کنند و به اون توجه ندارند و اول من توسع فیه فی القرن ابو حنیفه اولین کسی که توسعه بخشید در مورد قیاس در قرن دوم ابو حنیفه است که به رأس القیاسیین هم معروفه یعنی امام قیاسگران و اون ریشه قیاسگران و قد نشده فی عصره که این بحث قیاس هم در عصر ابو حنیفه بالاخره بست و توسعه پیدا کرد و اخذ به شافعیه و المالکیه شافعیه و مالکیه هم که بعد از ابو حنیفه هستن خب وقتی ابو حنیفه خیلی روی قیاس کار کرد این رو بالاخره توسعه داد شافی و مالکی هم عمل به قیاس رو گرفتن و لقد بالغه به جماعتون و مبالغه در مورد قیاس انجام دادن یک گروهی فقط قدموه علی الاجماع خب بیش از حد وقت اهمیت دادن به قیاس این رو مقدم کردن بر اجماع حتی گفتن در ادله شرعی آیات روایات و قیاس بعد اجماع بلغلا آخرون حتی کسان دیگر هم آمدن غلو رو بیشتر کردن یعنی خیلی در مورد قیاس بالاخره اینا پیش رفتن فرد الاحادیث بالقیاس حتی احادیث را با قیاس رد کردن گفتن به خاطر که این حدیث با قیاس سازگاری ندارد پس از احادیث باید دست برداریم و رو به مثال بعضم یا اول الایات بالقیاس و برخ دیگر هم آمدن با قیاس آیه را به تعویل بردن یعنی از ظهور آیه دست برداشتن گفتن چون این ظهور با قیاس سازگاری نداره قیاس مقدم است آیه را باید تعویل ببریم خب اینا کارهایی بوده که در طول تاریخ انجام شده و من المعلوم این دال البعد علیه مسلم اما اون که معلوم هست این است که در نزد اهل بیت علیه مسلم آنها لا و العمل به اصلا عمل بر طبق قیاس را جائز نمی و قشا انهم و شایع شده است از اهل بیت علیهم السلام که این دین الله لا یصاب بالعقول که اینا بیان میکردن که دین خدا را نمیشه با این ملاک های کوچک عقل اونم عقل ناقص بشر فهمید و ان السنه اذا قیست و اگر سنت به مورد مقایسه و قیاس قرار بگیرد دین رو نابود میکنه بل شن و حربا شعوا لا حوادت فیها بلکه اینها خلاصه گذاری کردن یک جنگی شعوا یعنی پراکنده و همه جانبه را که لا حوادت فیها که هیچ صلح و سازشی در اون نیست خب این جنگ رو بر علیه کی؟ علا اهل رای بر همین اهل قیاس و قیاس و بر همین قیاس این اهل رای ما وجدو للکلام متسن خب اون قد این جنگ گسترده و آشتی ناپذیر هست که میفرماید در اینجا ما جایی نداریم ظرفیتی که از اونها یاد کنیم و لذاست که کلام وسعت نداره اینجا و مناظرات الامام صادق علیه السلام و معهم معروفه که امام صادق علیه السلام با اهل قیاس مناظره هایی دارن مخصوصا با خود ابو حنیفه و این مناظره ها کاملا معروفه در تاریخ ثبت شده است لاسه ما مع ابی حنیفه که این مناظرات با خود ابی حنیفه خیلی فراوان هست قدرواها حتی اهل سنت حتی خود اهل سنت همین مناظره ها را نقل کردن که چگونه امام صادق علیه السلام در مبارزه با قیاس با ابو حنیفه مناظره میکرد و رویش ابو حنیفه را به چالش میکشید. خب چنانچه که روایت کرده است ابن حزم در ابطال القیاس در صفحه 77 کشان نقل میکنه که امام صادق علیه و السلام به ابو حنیفه میفرمود اتق الله ولا تقس تقوا خدا ترس باش تقوای الهی رو داشته باش مراعات کن و قیاس نکن فانا نقف قد بین يد ای الله میگه امام به ابو حنیفه میگوید که این رو در نظر داشته باش که ما فردا در محضر الهی خواهیم استاد فنقول قال الله و قال رسوله ما اونجا میگیم که این حرف خدا اینم حرف پیامبرش و تقول انت و اصحابک اما تو اونجا چی خواهی گفت تو و پیروان خودت بگی که سمعنا و رعینا این شنیدگی ما هست و این نظر ما هست خب ببین در مقایسه با حکم خدا و پیغمبر کسی بیاید بگوید که به برع... رأی ما اینه خب چی جایگاه به رأی تو باید قائل شد که این رو در مقابل نظر الهی و نظر پیامبر الهی قرار داد ما میگیم نظر خدا و پیغمبر تو میگه نظر خودم خب این خیلی مسئولیت سنگینی داره و لذاست که ابو حنیفه رو هشدار میداد که باید در برابری دادگاه الهی خودت رو آماده کنی که وقتی این همه به رأی خودت فتوا میدی قیاس میکنی نظر خودت رو داری برای مردم بیان میکنی خب اینا رو باید بدانی که چقدر اینا با حکم خدا و پیغمبرش سازگاری داره چقدرش نداره والذی یبدو ان المخالفین لآل البعد الذین سلکو غیر طریقهم حالا در مورد علت پیدایش این بحث قیاس می فرماید اون چه که ظاهرا نشان میداد این است که مخالفین اهل بیت یعنی همین اهل سنت الذین سلكوا غیر طریقهم که اینا در بحث های فقهی و سیاسی و خیلی از امور دیگر هم رفتن راه غیر از طریق اهل بیت و اینا رفتن راهشون جدا شد و لم يعجبهم ان يستقم من بهم و به شگفتی نیاورد اونها را که سیراب شود از منبع علوم اهل بیت علیه السلام خب وقتی این گونه شد اینا در واقع به غیر طریق اهل بیت مش کردن و از سر چشمه علوم اهل بیت اینا سیراب نشدن اعوذ هم العلم به احکام الله و ما به رسول و به خب اینا ناکام شدن یعنی نه در علم به احکام الهی و اون چی پیامبر آورده بود خب اینا دستشون کوتاه شد در خیلی از موارد نمیدونستند اینجا حکم خدا و حکم پیامبر چیه فلتجؤ الای استن رئی مجبور شدن که بیاین این رعی رو بسازن بسازن ولی اجتهادات الاستحسانیه للفتوا خب بیاین اجتهادهای که از نظر عقل خودشون استحسان داره یعنی خوبه اینا رو برای فتوا دادن اینا رو به عنوان یک مدرک و دلیل قرار بدن و القضا بین الناس و حتی بر اساس همین رایشون و قیاسشون بیاین بین مردم حکم بکنن بل حکم و رأی و الاجتهاد حتی فی ما خالف و نس. حتی آمدن این رأی و اجتهاد خودشون رو در جاهایی که مخالف نست یعنی مخالف آیه و روایت پیامبر هست در اون گونه موارد هم اینا تحکیم کردن یعنی حاکم کردن او جعل و عذرا مبررا لمخالفت نس یا آمدن نس رو کنار گذاشتن قیاس رو جایگزین قرار دادن یا نه عمل بر طبق قیاس را در واقع عذر برای خود قرار دادن گفتند که اگر ما به آیه و روایت عمل نمی کنیم به خاطر این است که به قیاس عمل می کنیم انشاءالله این قیاس در نزد الهی عذر برای ما محسوب خواهد شد کما فی قصه تبریر الخلیفه الاول لفعلت خالد ابن ولید فی قتل مالک بن نویره که ما فرماید چنانچه که در داستان بری و کردن خلیفه اول برای کاری که خالد ابن ولید در قتل مالک بن نویره انجام داده بود و قد خلاب زوجتی لیلت قتله و بعد همین مال خالد ابن ولید با زن مالک ابن نویره در شب قتل مالک خلوت کرد و کارشنی انجام داد خلیفه اول در مقام براعت او این گونه بیان داشت گفت این نهو اجتهده و اخته گفت خالد اجتهاد کرده است خیال کرده است که مثلا کشتن مالک اشکال نداره و هم بستر شدن بازارش هم اشکال نداره پس اجتهاد کرده و خطا رفته است هیچ دیگه پس کاری به کارش نداشته باشید و لما لما اراد الخلیفه عمر بن الخطاب این اجتهاد خلیفه اول یا این در واقع عمل به قیاس که کرد در مقابل نس در مقابل حکم قطعی الهی خب این کار رو که انجام داد در زمانی که خلیفه عمر بن خطاب اراده کرده بود تصمیم گرفته بود ایقاد به و یقام علیه الحد تصمیم گرفته بود که خالد ابن ولید رو محاکمه کنه مجازات کنه ولی در مقام دفاع از خالد بن ولید خلیفه اول آمد گفت که نه بذارید خلاصه اجتهاد کرده و خطا رفته است دیگه اشکال نداره در همین حد که چگونه اینا آمدن عمل به قیاس را به این شکلی در واقع در مقابل حکم الهی حتی قرار دادن و کان رای و القیاس غیر واضح المعالم عند کان یعخوز و بهی من الصحابه و تابعین خب از همون روزهای اول دیگه در روزگاری که خلیفه اول زنده بود و این قیاس شروع میشه اون تا در اون زمان رعی و قیاس خیلی اون به اصطلاح حد و حدود اون روشن نبود و ویژگی های اون به صورت دقیق مشخص نشده بود در نزد کسانی که عمل میکردن به قیاس از صحابه و تابعین حتی بدعت البحث فیه تا زمان این روشن نبود که دوباره بحث در مورد قیاس شروع شد لترکیزی تا اینکه تمرکز بیشتری به قیاس صورت بگیره و توسعت الاخص بهی و عمل به قیاس توسعه پیدا بکند که این بحث جدیدن شروع شد در قرن دوم توسطی که به دست ابی حنیفه و اصحابشان کعب حنیفه هم وقتی در بغداد بود بغداد هم در اون زمان خب محل تبادل فکری و اندیشهی بود و افکار مختلف اونجا می از یونان و جاهای دیگر سوالات و مسائل نوظهور فراوان در اون زمان مطرح می شد خب در یک همچنین وضعیتی ابو حنیفه چاره ای نداشت جز این که بیاید برای این مسائل جدید از قیاس از نظر خودش از استحسان هایی که براش بدید میآید استفاده کند و به این سوالات جواب بدهد. ثم بعد ان اخذت دولت العباسیه تا زمانی که قدرت به دست دولت عباسی بنی عباس رسید تسان اهل القیاس و بعد ظهور نقاد الله تا اینکه اهل قیاس خوب اونجا بالاخره مورد پشتبانی قرار گرفت و بعد از آنی که کم کم نقدها بر علیه قیاس ظهور پیدا کرد ان برا جماعت من علمائهم خب یک تعداد از علما آمدن یک تجدید نظر در مورد قیاس انجام دادن تا اینکه تهدید کند به عالم قیاس را یعنی همون حد و حدود آن را مشخص کنند دوباره و بحث هایی که در مورد قیاس هست این رو توسعه ببخشند و وضع قیود و استدراکات له آمدن یک مقداره قیدهایی بر آن گذاشتن و جایی هم که کمبودها داشت اونا رو استدراک کردن جبران کردن حتی ساره حتی سارا فنا قائما به نفسه تا اینکه قیاس شد یک دلیل مستقل قائمه به نفس که شد به عنوان یک از مدرک مستقل برای حکم شرعی و نحن یوه منامن هل بس انموزل موزل خلافی و حجیتی حالا دیگه ما تاریخچهشون رو در همین حد اجمال داشتیم بیان کردیم و اون که برای ما مهم است این است که ما باید از قیاس چند نکته رو بحث بکنیم یک تعریفش بعد این که محل بحث در مورد قیاس دقیقا کجا هست و بعد بیاییم در مورد حجت آن بحث بکنیم که آیا این حجیت دارد یا ندارد لذاست که انشاءالله از جلسه دیگر در مورد تعریف قیاس و بعد ارکانیان و حجیتیان بس خواهیم کرد و در نتیجه مشخص خواهد شد که بالاخره جایگاه دلالت قیاس تا کجا هست و چرا ما اون را دارای ارزش و اعتبار نمیدانیم تا آن زمان همه شما را به خدای بزرگ میسپاریم و آخر دعوانان الحمدلله رب العالمین و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلاء